یاد بگیریم چطور برای ویدیوهامون زیرنویس بسازیم. بریم سراغ یه دونه کامپوزیشن. من کامپوزیشن رو ایجاد میکنم. برای اینکه کارمون خیلی سریع‌تر پیش بره، من از اینکه بخوام ویدیو بذارم صرف نظر میکنم، میرم خیلی سریع سراغ لایه تکس، یه متن رو اینجا تایپ میکنم، متن اول اون که همیشه سلام علیک، مرسی که حالا همین رو هم اذیت میکنم، سلام، این آموزش افتر افکت، یه چیزی هم وسطش در رفت. خب این از این نکته ای که اینجا وجود داره اینه که حتما هر چیزی که نیاز هست همین الان، هر بلایی که میخواین سر لایه تکستتون بیارین توی پنل کاراکتر همین الان بیارین. قرار رنگش رو عوض کنین، قرار شکل فونت رو عوض کنین، اندازه فونتتون، هر بلایی که دوست دارین همین الان سرش بیارین. اما بعدش برین سراغ پنل پاراگراف، متنتون رو راستچین کنین، دایرکشنش رو بذارین روی راست به چپ. این از این. اما بریم سراغ افکت ها، بریم سراغ افکت فیل. افکت فیل رو بهش بدین، چون متنمون مشکیه من اینو میذارم سفید که قشنگ خودش رو جدا کنه. میریم سراغ افکت سی سی. خب این افکت هم میدیم. اندازه رو من فعلا میذارم روی 10 که مرسی که خب این ماشین حسابمونم از کار افتاد. خب اندازه‌ای که برای چپ و راست و بالا پایین قرار دادم من 10 هست. اینو میتونید بعداً تغییر بدین، اصلا نگران نباشین. بریم سراغ افکت شیفت چنلز. این افکت رو هم اعمال کنیم، اولی رو بزن روی فول آن. این شد بک‌گراند زیرنویسمون. بریم سراغ کامپوزیت. افکت سی سی کامپوزیت هم اضافه کنیم که متن اصلی هم زحمت بکشه بهمون نشون بده. این تا اینجای کار. الان باید بریم سراغ انیمیت که این متن هی عوض بشه دیگه. من دارم صحبت میکنم، صحبتام داره تغییر میکنه، پس این متنم باید تغییر کنه. برای اینکه این کار رو خیلی سریع انجام بدم، میرم سراغ پریست هام، میرم سراغ پریست های ورژن 2 تایپر شماره 2. خدا رو شکر. این از این متن. اینجا من کافیه که برم سراغ این افکت تعداد تایپ، به تعداد حروف کی فریم میدم. خب الان سلام علیکم انجام دادم، همینجوری این میره جلو، زیاد میشه. خب دیگه بستشه، بیشتر از این دیگه کاری انجام نمیده. پس اینجوری میاد متن اولو به همون نشون میده. من انتخابش کنم، کلید یو رو میذارم اینجا، میتونید کی فریم هاشو جلو عقب کنید که سریعتر تایپ کنه یا یک ساعت این رو طول بده. این دیگه بسته به نیاز خودتون داره. خب اینجا انجام شد، من سلام علیکم کردم. تو اون تایمی که قراره در واقع هیچ چیزی نگم یا این صحبتم طول میکشه، میرم کی فریم بعدی رو ایجاد میکنم، در واقع همون آخرین کی فریم رو دوباره ایجاد میکنم. این از این. حالا قراره بیام یه چیز دیگه بگم، میرم سراغ چی؟ میرم سراغ سورس تکس. یه کی فریم به سورس تکس هم میدم، یه فریم جلوتر اون صحبتی که بعدش قرار انجام بدم رو دوباره تایپ میکنم. اینجا گفتم مثلا استودیو طراحی نگار را خانه، خانه نه خانه. خب این از این. حالا چطور اینو تایپ کنه؟ خب یه فریم رفتیم جلوتر، اینو دوباره میذارم روی صفر و خب مثلا تا ثانیه دو خورده ای اومدم این استودیو هم گفتم، پس این بیاد زیاد بشه که کامل این هم تایپ بشه. سلام، این آموزش افتر افکت. سب میکنه، میره سراغ بعدی و به همین منوال میره سراغ بقیه متنها و بقیه متنها رو هم میتونید به همین شکل در واقع زیرنویستون رو کامل کنید. بچه ها امیدوارم از این آموزش هم لذت برده باشین. قبلش یه نکته رو بهتون بگم، یه کار جالب هم میتونیم انجام بدیم. میتونیم بریم سراغ اکسپرشن کنترل، اسلایدر رو هم اضافه کنید اگر خواستین، یکی اگر نخواستین دو تا. برای کجا؟ برای این دوستامون، برای اینها اگه خواستین خیلی راحت کنترلشون کنین، میتونین یه دونه اسلایدر بسازین که همه رو با هم کنترل کنین. میتونین دو تا بسازین، یه دونه برای بالا و پایین، یه دونه برای چپ و راست. اوکی، بالا و پایین. خب من آلت رو نگه میدارم، روی همه اینا کلیک میکنم، اینجا به همون میده. خب بالا و پایین اینجاست، من بالا رو به پایین پرنت میکنم، چپ رو هم به راست. حالا میرم سراغ پایینه،
این رو میدم به این دوستمون و این رو هم میدم به این دوستمون. الان خیلی راحت میتونم اینها رو به این شکل کنترل کنم. حتی برای این دوستامون هم میتونیم کی فریم بزنیم. این هم از این، امیدوارم از این آموزش هم لذت برده باشین. لایک، کامنت، سیو، هر کاری دوست دارین انجام بدین.